قلدر. خیلی پیشرفت کردی، تعجب کردم. من چرا اون آدم ها رو به تو دادم؟ دادم که مراقب دختره باشی و اگه خواستی بترسونیش. گفتم برو کشتی یارو رو آتیش بزن. آره حق با توه. یه لحظه از خود بی خود شدم، نمیدونم چرا این کارو کردم. خیلی به این یارو حسودیم میشه. گیر دادی، گیر دادی. ولی آفرین، یه بار برای به دست آوردن خواستت یه کاری کردی. عاشقم، مگه نه؟ دل سوخته ای. من میگم این آدم ها چرا دیشب هزار بار به هم زنگ زدن. طرف رفیق اون مردی کساره، اونم باید یکم عذاب میکشی. چیزی که پیدا نمی کنم، چه میدونم ردی چیزی. آدم های حرفه‌ای بهت داده بودن، هرچند بازم باید مراقب باشی. اونا حتما دوربینا را یه کاریش کردن. تازه از رد پا میترسه. بزرگترین رد دست خودته. یه دروغ درست حسابی پیدا کن. افسانه، اوزان تو حیات نبود، کجاست؟ تو اتاق آقا عامرن. بس جغد غمگی، بس، من حلش میکنم. چی رو حل میکنی؟ میخوایم یه شب تو کافه اورکین دور هم جمع بشیم. گفتم کارهای رزرفشو من انجام میدم. دستت چی شده؟ ها؟ من میرم. اوکیا. میگم امروز از خونه نرو بیرون. بمون یکم استراحت کن. آتلیه‌ام نرو. خودم هم میخواستم همین کارو کنم. خیلی ممنون بابت پیشنهادت. قابلی نداشت عزیزم. چی شده دستت؟ بریدم. کف دستتو بریدی؟ ببینم. چیزی نشده، ای خدا. دستتو نبریدی، سوزوندی. ترسیدم عصبانی شی نگفتم. باز داشتم با ماشین عامر ور میرفتم. نگران نباش، قوانین زندونم رو زیر پا نذاشتم. یه مشکلی داشت، خواستم کاربراتورشو نگاه کنم. آبی که توش بود دستم رو سوزوندم. امروز حتما باید باهات حرف بزنم. دارم میام شرکت. تو شرکت نمیشه. خفم کردی. اصل کار دارم. ولی تو شرکت حرف میزنی. باید دقیق به حرفام گوش بدی. نه بابا. ممنون. خدمت شما. ممنون. خب بهش فشار آوردی ولی نگفت. بیشتر اون منو تحت فشار قرار داد. مثل قدیما شدی. چی؟ تون صداتو میگم. وقتی راجع به اوکیا حرف میزدی استعداد یه جورایی آروم میشد. چجوری بگم، یه جور درموندگی شیرین، همچین چیزی دیگه، چه میدونم. خودت فهمیدی چی میگم دیگه. همین بده دیگه. وقتی نزدیکش بودم فکر نمی کردم اینجوری بشه. لیلا، بازم ذهنمو درگیر کرده. اینطوری نمیشه. باید خودمو جمع و جور کنم. ولی پیشرفت بزرگی. اول کار گفتی داغون شدم. ولی یه چیز جالبتر هست. دیگه تو چشمات خشم نیست. عشق هست. شک و شبهه بی خودی که به جون آدم نمیفته کمان. اونم شکی که اونقدر قوی باشه با اسمش خشم تو بذاری کنار. برای همین باید بیشتر تحت فشار قرارش بدی. آی
اگه یکم قلدر بودی میگفتم کمال این دختر یه جا زندونیش کن، تا وقتی هم به حرف نیومده نذار هیچ جا بره. ولی نیست دیگه، تو نه قلدری نه در شأنته. اگه همچین چیزی باشه، یعنی اوکیا به زور با عامر ازدواج کرده باشه، حتما یه ردی هست، حتما یه سر نخ اونو پیدا کن. نمیدونم لیلا، نمیدونم. اگه اشتباه کرده باشم چی؟ ها؟ این تلفنتو در بیار. چرا؟ میگم تلفنتو در بیار، برو تو اینترنت بنویس عروسی عامر کزجو اغلو و اوکیا سزین، بنویس دیگه، زود باش. لیلا، من چند بار این عکس رو نگاه کردم، دیگه حفظ شدم، حتی وقتی چشمامو میبندم باز میتونم ببینمشون. اون موقع یه جور دیگه نگاه کردی، دوباره نگاه کن، زود باش. به نظر تو خوشحاله؟ خیلی خوب، همین. هرچند این رد پا نیست، ولی حداقل الان شک و شبهت قوی تر شد. بیا تو. مشاور پروژه اومد. اسمشو بذار فرمان مرگ کمال. اسمش چی بود؟ راشد. اسم واقعیشه؟ رازه. خوبه، صداش کن بیاد. بیا تو. بده ببینم. یه وقت این شیاد نفهمه این گزارش تقلبیه. امکان نداره، گزارش ما هیچ فرقی با شرکت‌های دارای گواهینامه نداره. این فقط شرکت نیز رو تو دردسر میندازه. با این میشه کمال انداخ زندان؟ این نشون میده که کارا رو داده به یه شرکت غیر مجاز. وقتی امضاش کرد شما هم از ما شکایت میکنید. مسئولیتش با مدیرمون تو ترکیه بود. من پولو میدم، کار با آقا کماله. دقیقاً. بعدش چی؟ بعدش ما غیبمون میزنه، ولی یه نفر داریم اون گیر میفته و اعتراف میکنه تو این تقلب با کمال سویدره همدست بوده. برو قبل از وقت جلسه بیا. پرداختی؟ اول امضای کمال، بعد سهم تو. یا برسونم؟ نه عزیزم، من میخوام یکم قدم بزنم و بگردم، میخوام لوازم نقاشی بخرم. این یه بازگشته؟ فکر کنم. به دستشون که برسه میفهمن بازگشت یعنی چی. لیدا و هیدا رو بد جوری آتیش بزنی. به گفته تو جنگ بپا کردم. باور کن خیلی زود به نتیجه میرسی. وقتی برای دومین بار بهشون ضربه بزنیم دست از این کارو بردارن. نه به تو میتونن آسیب برسونن نه به خونت. نگران نباش، من پیشتم. میدونم. بیا ببینم دختر جسور، هر حرفی داری بگو، وگرنه از نگرانی میمیرم.
باز کن. چه لزومی داشت؟ چه لزومی داشت پدر بشی؟ نمیدونم. شوخیه مگه نه؟ ولی شوخی بد و مسخره‌ایه. آمر، من حاملم، خودت داری میبینی. عزیزم، پس باید ضبطش کنی. نه، به هیچ وجه، وقتش هم گذشته. این کلکتو نادیده میگیرم که مثلا سب کردی وقتش بگذره. آمر، خواهش میکنم اینجوری نگو، من این بچه رو میخوام. بانو، خستم نکن، خدایی نکرده ماشین دزدی چیزی بهت میزنه، به خاطر بچه از جونت نگذر. نمیتونی اینقدر بیرحم باشی. گفتم خدایی نکرده. گریه نکنی، نمیخوام تو راهروهای شرکتم غم و غصه ببینم. امروز فرصت داری؟ آره، واسه یه عمل. یکم وقتش گذشته. باشه، بعد از اون میفرستمش. آسو خانم. سلام. اسمتون آقا راشد بود داره؟ بله عامر خان. بالاخره این قضیه گزارش رو امروز تمومش میکنی؟ اگه آقا کمال تایید کنه بله تموم میشه. خب اگه مسئولیت این گزارش رو به عهده میگیرین من امضا کنم. شما نمیخواییم بخونیم؟ نه، به هر حال همه ی مسئولیت با شماست. اگه اشتباهی رخ بده اول شما تو درد سر میفتیم. میتونین به ما اعتماد کنیم؟ فقط به شما. تمام جزئیات گزارش رو بررسی کردیم، تمام شرایط به نفع ماه. خب پس امضا کنیم تموم شه بره پیکارش. اوکیه خانوم، آمیر خان تو اتاق جلسن. عزیزم چه سورپرایز قشنگی. ببخشید. خواهش میکنم، این رفتارهای عجولانه شما رو تبدیل به آدم جالبی میکنه. عزیزم مشکلی هست؟ عجله ای نیست، تو اتاقت منتظرتم. کار ما هم زود تموم میشه مگه نه؟ تمام شد. خسته نباشی. ممنون. مبارک هممون باشه. مبارک. اگه سوال دیگه ای نداریم باید برم سر یه جلسه دیگه. البته. روز بخیر. بابت کمکاتون خیلی ممنونم. آقا کمال، کار کردن با شما باعث افتخاره. ممنون.
خواهش میکنم. بفرمایید، من همراهیتون میکنم. شما زحمت نکشید. این چه حرفیه؟ ممنون. روز بخیر. روز بخیر. خب تونستیم به استانبول عادت کنی؟ نه بابا، هنوزم تنها دوستم کمالی، با اونم به جز مسائل کاری ارتباط دیگه ای ندارم. خوبی؟ خوبه. آمر دیشب مشکلی نبود. فکر میکردم رابطتون با آقا کمال صمیمی‌تره. همینطوره، ولی استانبول میتونه اولویت‌های آدم رو عوض کنه. لابد با خودتون میگین این کار راکتورای حرارتی از کجا پیدا شد؟ کاش برگردیم زنگولداغ. کمال برای اینجا موندنش دلایل محکمی داره. شما هم به خاطر اون موندین. قضیه یه کشتی رو شنیدم. آره، وقتی ما تو محسسه بودیم. حتما کار عامره. نمیدونم کمال، اگه کارو به اینجاها کشونده باشه ول کن نیست. از اون نمیترسم. چی شد؟ هیچی. اذیتت میکنه؟ نه. اوکیا، راستشو به هم نمیگی؟ کمال، من فقط یه واقعیت رو میدونم، اونم اینه که داری با خود شیطان شراکت میکنی. دستشویی آقایون انتهای سالن سمت چپه. ببخشید. اوکیا خانم، اوکیا خانم، خودتون نمیدونین چقدر خوش شانسی. اون شانس عامره؟ مطمئن باش اگه به من بود یه لحظه هم صبر نمیکردم و شانسو میدادم به تو. پس ولش کن، ازش طلاق بگیر. به خاطر تو منو اذیت میکنه. عامر همینه دیگه. متاسفم که تو رو هم اذیت میکنه. خواهش میکنم ازش جدا شو. من نمیتونم جداشم، ولی تو تا دیر نشده میتونی خودتو نجات بدی. اوکیا به عامر، نگران نباش، چیزی نمیگم. مبارک هممون باشه. به امید دیدار. حتما.
مگه قرار نبود امروز تو خونه بمونی؟ اینم اخلاق جدید بیخبر میای وسط جلسه؟ از اینکه مردم رو عذاب بدی لذت میبری؟ برو سر اصل مطلب. درد سر درست کردن برای اوزان سرگرمی جدیدته؟ باز چه تهمتی داری میزنی؟ تو از اوزان خواستی کشتی و آتیش بزنی؟ من بی تقصیرم، اون کاملا نتیجه نبوغ زیاد برادرته. ولی صبح نظرت این نبود، میگفتی خیالت راحت، من حلش میکنم. طبق معمول داشتم ماسمالی میکردم. عزیزم کارهای مزخرف عادت خانوادگیتونو یادت رفته؟ قدر خرابکاری، کنجکاوم بدونم بعدی چیه. تو چنده شاوری. حالا تو چرا ناراحت شدی؟ کشتی بی ارزش یه ماهیگیر آتیش گرفته. با جسارت دادن به اوزان وادارش نکن کارای اشتباه کنه. حتی اگه برادرم هم باشه، تا ابد قرار نیست بقیه تاوان اشتباهاتش رو پس بدن. کارت خوب بود، آفرین. کمال گولتو خورد، به کمک تو امضا رو گرفتی. پولتو الان میفرستم، یه مدت جلوی چشمه باش. کیفم یادم رفته. منو که میبینی هوش و حواس از سرت میپره.